بس رو ادامه میدیم. بخش چهارم اون پادشاه و کنیزک. باز یادآوری میکنم برای شما این داستان نمادین و سیمبولیک رو، که تا آخر این داستان هر وقت که صحبت از شاه کردیم یعنی روح، هر وقتی که صحبت از کنیزک کردیم نفس اماره هست، هر وقتی که صحبت از طبیبان کردیم منظور عقل ها هست، هر وقتی که صحبت از پیر کردیم منظور اون الهامات خداونده، و هر موقع که حکیم حاذق یعنی طبیبی که خوب تشخیص میده اونو توضیح دادیم، یعنی اینکه یک طبیبی در برابر طبیبان دنیوی، طبیب الهی، یک حکیم الهی که خواهید دید و گفتم براتون که وجود خارجی نداره، به صورت یک الهامات غیبیه. شاهی به شکار میره، یعنی روح در جستجوی حقیقت، در مسیر خودش کنیزکی میبینه، عاشقش میشه و اون رو میخره به قیمت زیاد. اون کنیزک نفس بود، روح میخواد که نفس رو در اختیار خودش داشته باشه و تربیتش کنه. براتون گفتم که در بدن ما، وجود ما دو چیز مختلف، روح و نفس، هر دو هستن در کنار هم. یکی میخواد پاک باشه و یکی میخواد ناپاک باقی بمونه، و همیشه کوشش و تلاش این نفس اماره زیادتر از اون روحه. اینه که معمولا اشخاص رو وادار به تباهکاری و فساد میکنه. روح میخواد که این نفس اماره رو در اختیار خودش بگیره، یعنی این کنیزک رو میخره. ولی کنیزک بیمار میشه. بیمار میشه یعنی این روح حاضر نیست که قبول بکنه اون پاک شدن و منزه شدن رو. بیماری عدم قبول منزه شدنه. شاه پناه میبره به پزشکان، طبیبان، یعنی به عقلها. عقلها هرچه کوشش میکنند نمیتونند که علاج بکنند این بیماری روح رو، و هرچه سعی که میکنند بدتر میشه. بنابراین شاه میگه من اشتباه کردم، روح به اشتباه خودش پی میبره، به جای اینکه به عقلها پناه ببره به خدا پناه میبره، در پیشگاه خداوند. و اون وقت به خواب میره و در خواب الهام غیبی بهش میشه که فردا کسی نزد تو خواهد اومد، پیری خواهد اومد که همون الهامات الهیه و اون به تو کمک میکنه، و فردا منتظرش میشه و اون الهامات رو در دل خودش احساس میکنه و پذیرای اون میشه و مؤدبانه ازش پذیرایی میکنه و حالا دنبالش میکنه. دست بکشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. کنارا جمع کنار، دو طرف، دو پهلو، دو طرف بدن رو میگن کنار. پس وقتی که کنارون میگیم یعنی همه بدن رو. این که بگه دست بکشاد و کنارانش گرفت یعنی اونو در آغوش گرفت. شاه از اون طبیب غیبی، طبیب الهی، استقبال شایانی کرد، به پیش بازش رفت و وقتی که او رو دید در آغوشش کشید، با اشتیاق فراوان در آغوشش کشید، برای اینکه الهام شده بود بهش که این کنیزک رو، یعنی این نفس اماره رو نجات خواهد داد، و اون رو در دل خودش، همچنان که جانش در دل خودشه، عشقش در دل خودشه، اونو همچون جان و عشق در دل خودش نهاد. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، از مقام و راه پرسیدن گرفت. مقام اینجا به معنی احوالات، به معنی وقایع سفره. چطور شد که آمدی؟ چه اتفاقی برات افتاد در این سفر؟ و تو چه ارزشی داری در پیشگاه خداوند؟ درجت در پیشگاه خداوند، پایه به پایگاه چیه؟ مقامت، نه مقام دنیوی، در نزد خداوند، در پیشگاه خداوند. روح میخواست که حقیقت این الهامی رو که بهش شده درک بکنه و دریابد که این چیست و اصلا چگونه به او پیوسته. برای اینکه وقتی که این الهام آمد با دل و جانش یکی شد و احساس کرد که اصلا این دوتا با هم یکی هست،
این روح و اون الهام خداوند پیوند پیدا کرد، مثل اینکه از اول اینها با هم دیگه یکی بودند. خواست که بیشتر ازش با خبر باشه که این کیست و چیست که این طور با من متجانسه، هم جنسه. روح میخواد اینو ببینه. گفت پرس پرسان میکشیدش تا به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. پرس پرسان، این کلمه الف و نون که میاد جمع نیست، یعنی در حال پرسیدن، مثل که آی ان جی انگلیسی میاد، در حال انجام یک کار. صدر بالای مجلسه، قسمت بالای مجلس رو که روبروی در ورودی صدر مجلس میکنم. گنج اینجا گنجینه اسراره. شاه پس از اون که اون رو در آغوش کشید، در راه میخواست به مجلس خودش ببره، ازش میپرسید، سوالات رو ازش میکرد و میگفتش که تو گنجینه اسرار هستی، همون چیزی بود که من میخواستم، تو به من رسید. و اینقدر بهش احترام گذاشت که در بالای مجلس، در صدر مجلس به او جاه داد. او اون چرا که خواسته بود یافته بود، روح، و امیدوار بود که نفس بتونه به کمک این الهامی که بهش وارد شده و باش پیوند یافته منزه بشه و براش همانند یه گنجینه اسرار بسیار پرارزش بود. روح گفتش من با صبر کردن بالاخره به اون چیزی که میخواستم رسیدم. و بارها در عرفان این صبر رو توضیح میدم. غیر از انتظاره، هر وقتی که من به این کلمه صبر رسیدم بهتون گفت که اینطور نیستش که منتظر بمون صبر کنه. صبر در عرفان یعنی بزرگترین سختی ها رو تحمل کن بدون اینکه شکوه کنی، به کسی از بندگان خدا شکوه کنی، بدون اینکه شکایت بکنی به کسی که من دارم این سختی رو میبینم. اون رو میگن صبر. غیر از این صبر معمولی است که در عرف مردم هست. حالا در بیت بعدی خواهید دید که این صبر یعنی چی. گفت ای هدیه حق و دفع حرج، معنی از صبر و مفتاح الفرج. هدیه اینجا اون چیزی رو که خداوند عطا فرموده و ارمغان تحفه است هدیه. و اینجا اون الهامات خداوند رو میگه هدیه است که خداوند به من داد. حرج به معنی سختی، ناراحتی، گرفتاری، مشقت. در مصرع دوم مفتاح به معنی کلید و فرج به معنی گشایش و گشودنه. از صبر مفتاح و فرج، یعنی صبر کلید گشایش کارهاست، کلید گشایش سختی هاست. اگر سختی رسید، شکوه نکردید، کلید گشایشش میرسه. پس پادشاه رو به حکیم الهی گفتش که تو هدیه و تحفه و ارمغانی هستی که خداوند به من داده. ای کسی که تو سختی ها رو دور میکنی. دفع کردن عکس جذب کردنه، یعنی دور میکنی این سختی ها رو از من. و تو مفهوم و معنی از صبر مفتاح الفرجی. اگر کسی خواسته باشه بفهمه یعنی چی، بایستی تو رو درک بکنه. تو خودت کلید. ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. لقا به معنی دیدار و ملاقاته. ملاقات، لقا. قیل و قال اینجا گفتگوست. سخن گفتن، حرف دادن، بحث کردن و گفتگو. این رو مولانا قیل و قال میکنه. در کلمه لقا بیشتر باید که دقت بکنید که عرفا اصولا همیشه آرزوی لقا را دارند. تمام تلاش و کوشششون اینه که به لقای حقیقت برسند، یعنی حقیقت رو ملاقات کنند. اینا معتقدند که یک انسان کامل، یک مراد که اونها مریدش هستند، با خداوند ملاقات کرده و فراست داره. فراست یعنی بدون اینکه چیزی رو بپرسه میدونه.
یعنی اگر نزد کسی بنشینه تمام اسرار درون و افکار و اندیشه های ضمیرش رو میخونه، چون با حقیقت به خداوند ملاقات داشته. میگن ینظر به نور الله است، یعنی نظر میکنه، نگاه میکنه به نور خدا، نور خدا میفته و اون رو همه چیز اسرار رو براش روشن میکنه. و این کسی که به این مقام رسیده میتونه هر شک و هر تردید و هر گرفتاری رو اگر امر خداوند باشه از کسی برطرف کنه. میتونه که اون چی رو که خودش از اسرار درک کرده با اجازه خداوند به دیگری تلقین کنه، تعلیم بده، یاد بده. پس این لقا یه چیز خیلی مهمه در نظر انسان. در دنباله ابیات پیشین شاه اون طبیب غیبی یعنی به روح خطاب داره میکنه و میگه همه کارها از تو ساخته است. پس بنابراین من یک گنجینه گرانبهایی یافتم. داره خوش آمد میگه به این الهام خداوند. خیر مقدم میگه. ای کسی که برگزیده و منتخب خداوندی، تو را انتخاب کرده و برای من فرستاده، اگر تو از من دور بشی، اگر که تو نخواسته باشی به من کمک بکنی، زندگی بر من بسیار سخت خواهد شد. تو سروری، تو بزرگتری، تو انسان کاملی و تو میتونی مدد کننده و دستگیر باشی. البته این هیچ شخصیتی که وجود خارجی باشه نداره، در درون خودش داره به این الهامی که در دل شده میگه. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. ترجمانی یعنی ترجمه کننده ای، ترجمانی هرچه ما را در دل است، یعنی هرچه در دل ما میگذره تو میتونی معنا و مفهومش رو بدونی که بپرسی بدونی. ببینید یه مترجم چیکار میکنه؟ زبانی رو که شما نمیدونید برای شما میگه. خب حالا این مترجم الهی هم کارش اینه که اون چی که در درون یکی میگذره و دیگران نمیدونن اونو بازگو کنه و بگه. دستگیر یعنی کمک کننده، یا وحدت نیست. دستگیری یعنی دستگیر هستی. هر که پایش در گل است، گل در اینجا یعنی فرو رفته در مادیات غیر ضروری فساد آفرین. مثل گنجشکی که پروبالش تو گل گیر بکنه، این دیگه نمیتونه بال بزنه به اوج بره، در گل فرو میره، از عروج اوج گرفتن میمونه، محروم میشه. میگه تو نجات دهنده اینها هستی. چون گذشت آن منجس و خان کرم، دست او بگرفت و برد اندر حرم. خب پذیرایی ازش کرد، از این مهمانش، خان کرم گست. وقتی که خوب باش دیدار کرد، با اون خوش آمدگویی ها، خوشگویی هایی که باش کرد، پذیرایی معنوی ازش کرد، دستش رو گرفت و برد در حرم سرای خودش. چرا برد در حرم سرای خودش؟ برای اینکه خب این بیمار رو بهش نشون بده، یعنی خواست نفس رو نشون بده، یعنی کاری کرد این روح که کاملا اون رو، اون الهام الهی رو در کنار نفس قرار بده. و اون چرا که بین او و نفس رفته بود، یعنی بین او و کنیزک رفته بود، بازگو کرد. ماجرای اون بیماری چه شده؟ من چرا خریدم؟ چه میخواستم بکنم؟ این مریض شد؟ از کی مریض شد؟ چطور شد؟ برد بر بالین و بستر این بیمار به این توضیحات داد. حالا نوبت این طبیب الهیه که درمان بکنه. پذیرایی شده، وارد حرم شده، یعنی وارد حرم وجود شاه شده. هر کسی بیگانه ای رو در حرم خودش راه نمیده. این در ضمیر و درون و قلب خودش راه داد، این الهام الهی رو برد در حرم خودش. رنگ و رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. خب سابقه بر این پزشکان لب و آزمایشگاه و کامپیوتر اینا که نبود، اینا چند کار میتونستن بکنن؟ نبض بگیرن، درجه حرارتش رو ببینن، زیر پلکش رو ببینن، رنگ رخسارش رو ببینن، ادرارش رو ببینن.
این ادرار در یک ظرف می‌ریختند کروی شکل، این رو می‌گفتند قاروره، و خود ادرار هم که در این ظرف کروی ریخته می‌شد اون هم رو قاروره می‌گفتند. اینا کافی بود که اینا جلوی نور بگیرن، از روی رنگ این قاروره، رنگ این ادرار بیماری رو تشخیص بدن. اینا بسیار حاذق بودن، از غلظت این ادرار پی به بیماری ببرن، از رسوبی که میگذره در اون ظرف قاروره پی به بیماری ببره. خیلی از بیماری ها رو به سرعت این گونه تشخیص میدادند. هم علاماتش، این علامات منظور علامات بیماریه، یعنی حالاتی که اون بیمار داشت، آیا این دلش درد میکنه، پاش درد میکنه، سرش درد میکنه، حالت دل پیچش داره، چی داره، این علامات بیماریه. اسبابش اینجا به معنی سببها، اسباب جمع سببه، سبب یعنی علت، یعنی چه علت شده که تو بیمار شدی، چی کار کردی که بیمار شدی، چی خوردی، کجا رفتی، چه کردی، اون سببه، به چه سبب، به چه علت. خب اینها رو دید و کاملا پی برد به وضع این نفس یا کنیزک، شروع به درمان بینمون، از روی علائم ظاهری نفس، از روی خواهش هایی که این نفس داشت، و همیشه خواهش های نفسانی به زشته که امر میکنه به کارهای ناروا و زشت، همه اینها پی برد. حالا شروع میکنه به درمان. گفت هر دارو که ایشان کرده اند آن امارت نیست، ویران کرده اند. ایشان کیه؟ عقل ها، طبیب ها. امارت کردن یعنی آباد کردن و تعمیر کردن، اینجا آباد کردنه. خب در برابر ویرانی اینجا امارت. این حکیم غیبی که رسیده بود گفت این پزشکان هر کاری که کردن اشتباه کردند، نه تنها درمان نکردند، خرابترم کردند. یعنی این عقل ها نه تنها کاری از پیش نبردند، بلکه کار رو بدتر هم کردن. این عقل های مغرور، این عقل های مغرور چیزی از این گونه درمان ها نمی دانند، ولی که با نهایت غرور میگن می دونیم و می تونیم. در اینجا لازمه که تذکرتون بدم هر وقتی که در عرفان صحبت از عقل میشه یه عده ای ناراحت میشن که چرا آخر این عقل رو داره بهش بعد میگه، عقل چرا نتونسته این کار بکنه. و من همیشه به زبان ساده گفتم عقل چیز خوبیه، عقل بسیار خوبه، عقل یکی از هدیه های خداونده، عقل نعمته. بنابراین حالا چرا در عرفان اینطور میشه؟ برای اینکه اگر این عقل خواسته باشه از محدوده جهان مادی بیرون بره و به ماوراء الطبیعت بیندیشه، کاری از پیش نمیتونه ببره. این عقل آفریده شده برای زندگی در این طبیعت، نه ماوراء الطبیعت، در یه زندگی فیزیکی، نه متافیزیک. پس کسی نمیخواد عقل رو بی ارزش کنه، کسی نمیخواد عقل رو تخطئه کنه، بد بگه، نه. عقل زائیده مغز بشره، به مغز بشر محدود، نارساست، در برابر دانش و اسرار خداوند نارساست. بنابراین نمیتونه که همه چیز رو اونجا درک بکنه، به بهش دست یابه. در محدوده خودش بسیار خوب کار میکنه، ولی از این محدوده طبیعت به خارج اون وقت ناتمامه، نارساست. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. اینجا کلمه دید، دید رنج به معنی این که رنج اون کنیزک رو تشخیص داد، نه اینکه با چشمش ببینه. دید رنج یعنی تشخیص داد، با چشم دل تشخیصش داد. نهفت یعنی اون چی که سر بود، راز بود، نهفته بود. چه در دلش بود این کنیزک؟ چرا مریض شده بود؟ سر بیماریش چی بود؟ این پزشک غیبی وقتی که معاینات خودش کرد پی برد به تمام رازها و اسرار این کنیزک، بیماری نفس رو دریافت که چی هستش، و ولی به شاه هیچ نگفت.
اون را از شاه پنهان کرد. اصولا در عرفان این هست که اسرار و راز وقتی که پی بردیم نبایستی که بدون امر خداوند اینو به کسی بگی. آمده بود برای درمان کنیزکی که مال شاه بود، ولی به آواجانه به شاه نگفت. دقت داشته باشید که اینجا فراست که میگم تکرارش میکنم. فراست یعنی بدون پرسش، بدون جستجو، فقط از روی ظاهر به باطن پی بردن. این ساده ترین معنیش، از ظاهر به باطن پی بردن، فراست. خب اینها این فراست رو دارند، ولی اگر فراست رو دارن اسرار رو درک میکنن، نباید تا اذن نداشته باشن اسرار رو بگن. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود. اونایی که قبلا در اون اول کار تشریف داشتید دیدید که اینها گفتند که یا صفرا در بدن زیاد شده یا سودا زیاد شده، خواستن ضد صفرا بدن، ضد سودا بدن. این طبیبا یعنی عقلها. صفرا چی بود؟ صفرا ماده سمیه که من گفتم برای شما که در بدن درست میشه بر اثر سوختن پروتئین ها. اون وقت نمیدونستن، ولی میدونستن این ماده سمیه. حالا ما میدونیم که پروتئین ها در بدن وقتی که متابولیسم رو شما انجام میگیره تجزیه میشن، به آمینو اسیدهای خیلی سمی تبدیل میشن و کبد این آمینو اسیدهای سمی رو میگیره با هم ترکیب میکنه، صفرا میسازه که سمیتش از آمینو اسیدها خیلی کمتره، این کاهش سمه، و بعدن میریزه در روده توسط مجرایی که داره و خارج میشه. سودا اون ماده‌ای بود که در تحال جمع میشد، تحال رو اسپلین میگن در انگلیسی، در اونجا جمع میشد. اون هم بعضی مواد سمی بود که وظیفه تحال بود که میگرفت، و این اگر که از تعادل اینا خارج میشدن بیماری ایجاد میکرد. این رو قبلا گفته بود. این درک کرد که این استفرا و سودان میدونید یعنی چی؟ یعنی بیماری. این بیماری جسمی نیست، بیماری این کنیزک بیماری روانی است، بیماری جسمی نیست. اگر بیماری جسمی بود اون پزشک ها یعنی اون عقل ها میتونستن تشخیص بدن و درمانش کنن. متوجه شد که این کنیزک عاشقه، بیماریش بیماری روانیه، این داره در دوری و فراق معشوق خودش میسوزه، شعلوره در این آتش. اگر رنگ روش زرده، اگر توان و تاب نداره، اگر نیرو نداره، همش به علت رنج این بیماری عشق. خب نباید که این زرد رنگی رو با زرد رخساری بیماری جسمانی با هم اشتباه بکنیم. در بیماری های جسمانی هم خیلی وقتا چهره ها زرد میشه، ولی این یکی فرق داره. اون حذاقت میخواد، تیزبینی میخواد که تشخیص بده که کدوم یکی از این هاست. توجه داشته باشید که وقتی که تشخیص داد که این عاشقه، این گونه پیورد بهش، دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. در مصرع اول اون کلمه زاریش یعنی زاری او، زاری اون رنجی هستش، ناله‌ای هستش که کسی داره میکنه نزدیک به مردن، یعنی در شرف مردنه، اون ناله‌ای که داره میکنه اونو میگن زار. خب اون زار دل است. این زار به معنی افسرده است، غمگینه، افسرده است. دید که اون ناله های اندوهباری که داره این کنیزک میکنه ناله درد جسمانی نیست، او ناله عشق، او عاشقه. و حالا مولانا یک کلمه گفتم وقتی که بهش میرسه از داستان خارج میشه، راجع به همون کلمه هی حرف میزنه و میگه که این بیماری با بیماری جسمانی اصلا قابل مقایسه نیست. این بیماری دل دوایی هم نداره جز وصال، فقط بایستی که به وصال معشوقش برسه، هیچ کار دیگه هم نمیشه کرد. عقل اینها رو، عقل ها این چیز رو درک نکرده باشه. چرا؟ برای که عقل فقط میره روی مادیات، فقط میره روی جسمانیات. حالا که پیشرفت کرده، خب پزشکان روان پزشک و روان درمان کن هم داریم، ولی در اون موقع فقط پزشکان پزشکان جسمانی بودن، پزشکان روانی به اون صورت اصلا نبودن.
علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. کلمه علت که میگن، علت یعنی بیماری، علت یعنی رنجوری، مرض. استرلاب اون دستگاهی بود که روش نقش و نگارهایی بود، حسابها و جدولهایی روش بود، منجمان قدیمی داشتن، به کمک اون استرلاب میتوانستند که فاصله ستارگان را از یکدیگر، ارتفاع ستارگان را، دور و نزدیک شدنشون رو به هم، به طور کلی وضع قرار گرفتنشون رو از روی این استرلاب تشخیص بدن. این کلمه یونانی استرابولوس بود. در کلمه یونانی میشه استرابولوس، که وقتی که زبان عرب اومد استرلاب بهش گفتن، و در فارسی هم همین استرلاب. مولانا میگه این بیماری عشق بیماریه که با هیچ بیماری دیگری قابل تشخیص نیست. حکما، منجمی، وقتی که خواسته باشن وضع آفتاب و خورشید و ستارگان و اقمار و اینها رو با هم دیگه بسنجن، اینو از استرلاب استفاده میکنن. حالا یه استرلاب عرفانی هم داریم. عشق استرلاب عرفانی است. از روی این استرلاب عرفانی، از روی عشق، میشه پی به وضع درونی اشخاص برد. که این در چه حالیه، چقدر عاشقه، چه درجه ای از عشقه، شدت عشقش چقدر. همونطور که از روی استرلاب میفهمیدن ارتفاع این ستاره چقدره، چقدر دوره یا چقدر نزدیک، آیا این عشقش داره کاهش پیدا میکنه یا داره شدت پیدا میکنه. از روی استرلاب، استرلاب یعنی عشق. همون گونه که اونها از این استرلاب که تیکه جسم فلزی بود میتونستن تشخیص بدن که ستاره ها دارن از هم دور میشن یا نزدیک میشن، چقدر طول میکشه دور بشن یا نزدیک بشن. این داره عشق به اون وسیله میفهمه که چقدر شدت پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه. خب عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را به دان سر رهبر است. دیگه کاملا از داستان خارج شده، صحبت از عشق شده و حالا میخواد که از عشق صحبت کنه، از استرلاب معنوی صحبت کنه. وقتی که یکی عاشق حقیقت میشه، وقتی که یکی عاشق اسرار الهی میشه که جستجو بکنه، اونم یک استرلابی میخواد که تشخیص بده که این چقدر عاشقه، چقدر از این اسرار رو درک کرده یا نکرده، محاسبش کنه. از روی این عشق میتونه محاسبش بکنه. حالا این عشق مولانا میگه هیچ فرقی نمیکنه، چه عشق جسمانی باشه چه عشق روحانی و ازلی باشه، یک مرد و زنی عاشق هم میشن، هیچ فرق نمیکنه. عشق عشقه، عشق ودیعه خداونده که از روز اول آفرینش این ودیعه داده شده به حضرت آدم، به ارث رسیده به همه ما. در وجود هیچ کس نیست که عشق نباشه. حالا عشق به چیزهای مختلف، به کارهای مختلف، ولی عشق با دوست داشتن فرق بذارین. وقتی که میگه من عاشق کار خودم، من بی خود داره میگه کار خودشو دوست داره، این فرق میکنه با این عشقی که در عرفان داره میگه. اون عاشقی ورای دوست داشتن، بالاتر از این حرف ها هسته، یعنی حاضره که همه چیز خودشو بده این رو که میخواد بگیره، اون عشقه. ولی وقتی که دوست داری تا یه اندازه حاضری بدی، نه اینکه جون خودت هم رو دیگه بدی برای کاره. حالا میگه هیچ فرق نمی کنم. وقتی که این سر میگه یعنی از این دنیا جسمانی، اون سر یعنی اون دنیای ماورا طبیعه، یعنی ازلی. عشقها چه جسمانی باشه چه ازلی، عاقبت ما رو هدایت میکنه به طرف عشق ازلی. این یک تمرینه و من بارها گفتم که تا معتقدند که این عشق جسمانی پلیست که از روش باید گذشت و به عشق ازلی رسید. از عشق جسمانی به عشق ازلی رسیدن رو پل این عشق جسمانی. این عشق رو با شهوت نباید اشتباه کرد، اون اصلا عشق نیست. خب با دوست داشتن نباید اشتباه کرد. شهوت از روی رنگ و رو و نقش و نگاره، این که عشق نیست. حالا عرفان میگه وقتی که تو، مولانا میگه وقتی که تو عاشق این رنگ و رخسار و خط و خال شدی،
چند سال دیگه که این خط و خال و رنگ رو دیگه چروک خورد و زرد شده دیگه که نمیخواد تو روش نگاه کنی، بازم عاشقش هستی؟ نه، دیگه نیستی. حالا خورده بهش عادت کردی یا رهاش کردی، اون عشق نیست. عشق خواهی کسبه رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. پس این که میگه که این عشق جسمانی یک پولیس به سوی عشق ازلی، عشق جسمانی واقعی، عشق جسمانی حقیقی است. حالا در شیش دفتر مثنوی به کرات صحبت میکنه، هر دفعه در یک سطح بالاتر. این عشق جسمانی بالاخره منتهی میشه به معرفت حق، به شناخت حق، آخرش اونه، آن سر میشه. هر جمال زیبایی، هر مظهر زیبایی که در این دنیا مشاهده میشه، این یک انعکاسی است از زیبایی مطلق خدا، پیامی است از طرف خدا، از زیبایی مطلق خدا. حالا این انعکاس اگر این پیام زوال پیدا بکنه کم کم، اون وقت رو گردنده میشه به اون زیبایی که زوال پذیر نیست. میخوام توضیح بدم براتون که چگونه میشه که عشق این جهانی اون جهانی میشه. برای اینکه گفتم این عشق این جهانی، این زیبایی ها کم میشه، کم میشه، کمتر میشه. همین گونه که داره کمتر میشه، اون کسی که داره لذت میبره از تماشای این زیبایی، میبینه این زیبایی داره زوال پیدا میکنه، پس رو میگردونه به طرف اون مبدأ کل زیبایی که این پرتو رو در اون افکنده بوده. اینه که متوجه اون میشه، دیگه میره به اون طرف بدون اینکه خودش متوجه باشه، خود به خود به اون سو کشیده میشه. این زیبایی چی بود؟ منشأ و خواستگاهش کجا بود؟ زیبایی مطلق. وقتی که این زیبایی زوال پذیر شد، به اون زیبایی زوال ناپذیر توجه پیدا میشه، اگر که شهوت نباشه. در دیوان شمس میگه که اون یک مردی که جنگیه، سربازه، سرباز رو میگه غازی، برای اینکه غذا به رزه، غین زه، غازی به غین و زه، غذایی که میخورید نه غذا به زه، این غذا یعنی جنگ، جنگاور، جنگجو رو بهش میگن غازی. یک مرد غازی به بچه کوچولوش، به پسرش یه شمشیر چوبی میده. ببینید چرا این شمشیر چوبی میده؟ برای که این بزرگتر که میشه شمشیر حقیقی در دستش میگیره. این شمشیر چوبی بالاخره منجر میشه به شمشیر حقیقی. این عشق مجازی تبدیل میشه به اون عشق واقعی و ازلی. غازی به دست پور خود شمشیر چوبین میدهد تا او در آن استا شود، شمشیر گیرد در غذا، غذا به معنی جنگ. همینجورم به قول مولانا استا میشه در عشق، در عشق این جهانی. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. مراد از عشق هر دو نوع عشقی که گفتم، هم عشق مجازی هم عشق ازلی، این هر دوش اگر که شهوت نباشه، هر دو در یک ردیف، اولش در یک ردیف. چون به عشق آیم یعنی وقتی که عاشق میشم، وقتی که میرسم به عشق، وقتی که عشق را درک میکنم، به عشق آیم. هر چه خواسته باشم توضیح بدم، تفسیر کنم، شرح بدم برای شما، مولانا میگه که این عشق چیه؟ من نمیتونم. پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم که چون ماجوی بدانی. این چیزی نیست که به الفاظ و کلام بیرون بیاد، با بیان گفته نمیشه. حالا من آمدم این عشق و مولانا میگه، خواستم شعرشو بدم اینها، وقتی که میرسم به خود عشق درک میکنم، خجالت میکشم. این حرفا چی بود که من زدم؟ این چه تعریف بود که من از عشق کردم؟ چه تعریف نارسایی؟ نمیشد تعریفش کنن و من خواستم تعریفش کنم. اینقدر این عشق گسترش داره، وسیع، که در الفاظ، در وصف و بیان و توصیف نمی کنش. گرچه تفسیر زبان روشنگر است،
لیک عشق بی زمان روشن‌تر است. روشنگر یعنی روشن کننده، سیغل دهنده، جلا دهنده، شفاف کننده، اینا همه به معنی روشنگره. عشق بی زمان یعنی نشانه های عشق، نشانه های عشق، عشق که نمیتونه حرف بزنه که، نشانه هاش ولی معلومه، مثل استراب، مثل هیجان، مثل نگرانی که یه عاشق داره، اون تشویشی که یه عاشق داره، اونا نشانه های عشق. این کنیزک همه استرابات، نگرانی ها و تشویش ها رو داشت، عشقش داشت حرف میزد، این عشق بی زبان داشت حرف میزد. اون طبیب غیبی فهمید، زبانش رو فهمید. عشق بی زبان عشقی که فقط آثارش معلومه، سخن نداره، زبان نداره. میگه اگرچه این شرح و توضیح و تفسیری که درباره عشق می‌نیم، خودمون خیال میکنیم که بله خوب توضیح دادیم، روشن کردیم برای دیگران را که این عشق چیه، هویدا کردیم اسرار عشق رو، همه کار رو کردیم، نه. وقتی که به خود عشق میرسیم ببینیم که اون عشقه که باید بگه که عشق چیه، اون آثار عشقی که داره بیان میکنه که عشق چیه، شدتشو اون داره بیان میکنه، زبان نمیتونه بیان. چون قلم اندر نوشتن میشتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. خب قلم همون قلم نیها بود سابقه، برین هیچ نوع قلم دیگه نبود، که حالا هم هست که اونا که خطاتن و خوشنویسن قلم نیا به کار میبرن. وقتی که داشت به سرعت شتابانه نویسندگی میکردم، چیزهای مختلف مینوشتم، مولانا میگه وقتی که به کلمه عشق رسیدم نوک قلمم شکافت. یعنی این قلم هم بر نتافت، نتونست تحمل کنه این عشق رو، این قدرش بر خود شکافت، پاره شد. همین که به موضوع عشق رسیدم دیگه قلم یاری نکرد، نتونستم که جلوتر برم. یکی از عرفا شیخ احمد جامه که در تربت جام در خراسان اونجا زندگی میکرد، میگه خواستم شرح غمش را به قلم بنویسم، خواستم شرح غمش را به قلم بنویسم، آتش اندر قلم افتاد و تومار بسوخت. تومار یعنی کاغذ، تومار اون کاغذ درازی که یه دنه روش نامه میسم. آتش اندر قلم افتاد و تومار بسوخت، عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. این اصطلاح چو خر در گل موندن تشبیه که خلا سابقه برین اون راهای پر از گل رو که بارون می اومد و بارندگی می شد، اصلا وقتی که خر می خواست در اونها بگذره باری هم بارش بود، پاش می رفت نمی تونست بکنه، می موند واقعا. بایستی افسارش رو بگیرن و به کلی نیرو و زور زدن از بکشنش از گیر بیرون. از نهایت درماندگی رو میگن مثل خر در گل ماندن، این نهایت درماندگی. وقتی که عقل خواست که شرح و بیان بده این عشق رو، همون جور درمانده شد که خر درمانده در گل. عقل هیچگاه نمیتونه آشکار کننده این عشق باشه، اسرار عشق باشه. باز وقتی که اینجا میرسم من دیدم که یه عده دوستان اصلا چنان وضعشون عوض میشه که چرا داری بر عقل مولانا اینو گفته. دارم بهشون میگم دوستان عزیز، به این عقل ارجمند شما جسارتی نکرده، این عقل نمیتونه از این دنیای شما را بیرونش دیگه درک بکنه، وگرنه بسیارم گرانبهاست این عقل برای این دنیا. حالا چرا نمیتونه اون کارو بکنه؟ برای اینکه عقل دوچار شک و تردیده، همیشه دوچار وسوسه و شک و تردیده، همیشه شک میکنه، تردید میکنه، دوباره خرابش میکنه، باز دوباره میسازه، نمیتونه یه جو بیسته، نمیتونه به آخرش برسه، درکش کنه، همیشه در زنده، در گمانه. این از خصوصیات عقل. ولی عشق اینجور نیست، عشق امر وجدانی است. این امر وجدانی است که خداوند برای کشش به سوی حقیقت اصلا داده.
و با گفتگو و سوال و بحث و جدال و استدلال نمیشه حقایق و خدا را و اسرار خدا را بهش پی برد. ببینید عقل استدلالیه. مولانا میگه پای استدلالیان چوبین بود. یکی رو در نظر بگیرید، دو تا پاش بریدند پای چوبی گذاشتن، این که نمیتونه تو راه سنگ لاخی بره. که پای چوبین سخت بی تمکین بود، بی استقرار میفته. عقلم اون پای چوبینه. عقل همش استدلال میخواد، استدلال بحث میخواد، جدال میخواد. میشه با بحث و استدلال و جدال یه چیزی رو ثابت کرد. خدا رو ثابت کنیم، بسیار با استدلال خدا رو ثابت کنیم کاملا میشه، ولی با استدلال نمیشه به خدا رسید. برای اینکه اون خدا با بحث نمیشه بهش رسید، با کشف میشه. بایستی که دلش کشف بکنه کسی اون خدا رو. و باز هم یه عده اینقدر ناراحت میشن که وقتی که اینها رو میشنون دیگه حاضر نیستن بیان بعدش رو بشنون که چرا داره اینو میگه، در حالی که هیچ کس، مولانا، هیچ عارفی نخواسته جسارتی به فلسفه اونها بکنه، جسارتی به بحث اونها بکنه. فلسفه خوبه، فلسفه دانشه، دانش بسیار خوبیه، ولی فلسفه بر اساس استدلاله. خب هر چیزی رو که با استدلال میشه خوب کرد، با فلسفه خیلی خوب جلو میره. ولی اگر بخوایم فلسفه بافی بکنیم با فلسفه فرق داره. فلسفه بافی با فلسفه دونستن با هم فرق میکنه. فلسفه بافی یعنی کلمات رو جوری مقدم مؤخر رو پس پیش کردن که به یک نتیجه ای که درست نیست برسن. این فلسفه بافیه. مولانا میگه اینا فیلسوف نما هستند. اینا فیلسوف نیستن، فیلسوف نما هستند که میخوان به اون اسرار آفرینش پی ببرن. امیدوارم که خوب دو چیز رو درک فرموده باشید، که یکی چرا عقل ناتوانه در این صحنه که میرسه ماوراء طبیعت، و چرا استدلال دیگه کارا نیست، چرا فلسفه دیگه کارا نیست. برای که همه اینها مال این دنیاست، مال این دنیای خاکیست. حالا میگه کل اینا رو که گفت در بیت آخر میگم. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. آفتاب به معنی خورشید. خب اگر از شما بپرسن که به چه دلیل خورشید هست الان؟ میگه به همین دلیلی که هست. دلیل دیگه لازم، به همین دلیلی که هست. اگر دلیل میخوای روتو نگردون از اون. تو روتو از خورشید میگردونی، میگه به چه دلیل خورشید هست. گر دلیلت باید از وی رو متاب. توجه داشته باشید که عرفا میگن عرفت و ربی به ربی. من خدای خودم رو به خدای خودم شناختم. یا به زبان ساده تر، من خدا را به وسیله خدا شناختم، خدا را از روی خدا شناختم. این آفتاب آمد دلیل آفتاب. وقتی که از اونها بپرسین که خب تو چه دلیلی داری بر وجود خدا، میگه خود خدا، خود خدا دلیل بر وجودش. اگر نبود که هیچ نبود، اگر که نبود که ما نبودیم. وقتی که یک مدادی به این سادگی که یه تیکه چوبه با یک مغزی از زغال که میتونه بنویسه، هرگز خودش درست نمیشه. این کون و مکان و این دو جهان و این کهکشان ها و این آفرینش پهناور و اینها همش به اتفاق خودش درست شده. بنابراین ببینید اگر این یک صانع آفریننده و سازنده ای داره، پس چطور ما خودمون سانه نده، ما خودمون به وجود آمدیم همینجور، یا این دنیای ما همینجور به وجود آمده، یا دنیای دیگه، جهان دیگه. بس این نیست، خدا رو بعد روی وجود خودش شناخته میشه، خودش داره نشون میده. اصلا اینقدر خدا پیداست که از فرق پیدایی ناپیداست. این یک اصلیه در عرفان. یعنی چی؟ میگم خب این خدایی که میگه کجاست؟ میگه همه جا. تو خیال میکنی خدا در آسمانه؟ بی خود گفتم. خدا همه جاست، در درون توست، این ور اون ور، بالا پایین، هر جا بری خداست. از شدت پیدایی ناپیداست. مثل اینه که شما در هوا دارید زندگی میکنید، در هوای کاملا تمیز، همه جا شما رو گرفته، ولی هوا رو که نمیبینی.
ماهی که در عمق آب هستش که آب هم اطرافش گرفته که اون دیگه دیگه نمی کنه که آبه. از شدت هوا، از شدت آب، از شدت پیدایی اون ناپیدا شده. حالا در طریقت اون نور باطنی که نور ضمیری که در درون عرفا پیدا میشه خودش گواه خداست، خودش آفتاب عشق، خورشید عشق. اون نور معرفتی که در دلشون پیدا میشه خورشید عشق، اون خورشید عشق تمام وجودشون رو روشن کرد. همون گونه که مثالی بزنم، خورشید آدمی رو به خودش متوجه میکنه، این عشق و معرفت الهی هم کسی رو که بخواد و استعداد داشته باشه و در مسیر بذاره خودشو، اونو متوجه میکنه. نور خورشید شما رو متوجه میکنه به خود خورشید، اون نور عشق الهی هم رو متوجه میکنه شما رو به صورت خداوند. عقل نمیتونه ما رو بر وجود او راهنمایی کنه. یه دلیل دیگه ببینید، این کلمه‌هایی که عرفا میگن، من میگم بعضی وقتا اگه به گوشتون خورد بدونید، میگن عقل محدثه. محدث به ه جیمی و سس نقطه. یعنی چی محدثه؟ یعنی حادث شده. شما حادثه که میگید که حادث شده، حادث یعنی چی؟ حادث یعنی این که نبوده به وجود آمده. عقل محدثه، یعنی نبوده به وجود آمده، خدا به وجودش آورده. در همون فلسفه گفته میشه که محدث فقط میتونه محدث رو ثابت کنه، محدث نمیتونه قدیم رو ثابت کنه. قدیم اون چیزیه که حادث نشده، همیشه بوده. محدث محدث رو میتونه ثابت کنه، این خود فلسفه میگه، ولی محدث نمیتونه قدیم رو ثابت بکنه. عقل محدثه، خدا قدیمه. این طور نیست که نبوده و به وجود آمده، همیشه بوده. اینه که با استدلال این عقل محدث نمیتونه خدای قدیم رو ثابت بکنه. این دلایل مختلفی است که همینجور میگیم چرا عقل ناتوانه، چرا مولانا میگه که مثل خر در گل بخور. به خاطر این ویژگی ها به خصوصیات خودشه. اما نه، این عقل رو بخواید در این دنیا ازش استفاده کنید، نه عقل دنیا طلب ها، عقل حقیقت جور در این دنیا بسیار خوب کار میکنه، بسیار کاراست، خیلی شما رو راهنمایی میکنه، خیلی شما رو راهنمایی میکنه. اینقدر هم این عقل خوبه که هیچ کس نمیگه من کم دارم. حتی همه از زیاد بودنش توبت میکنن. اینا یه وقتی براتون گفتم که من یک کتابی بود که یک پروفسور روسی نوشته بود، ترجمه شده بود به فارسی، من روسی نمیدونم. این در فیزیک کوانتوم بود، نوشته بود، ترجمه کرد، دوستان ما که میدونست روسی ترجمه کرده بود، داده بود، من میخوندم. این زمان دانشجویی بود قدیم. خب اون وقت هم همه کمونیست بودن، هیچ کنم خدا رو نمیشناختند. در کشور شوروی اصلا خدا رو نمیشناختن همه کنم. این طنز نوشته بود، نوشته بود این که میگن خدا عادله، راستی خدا عادله. من قبول دارم که خدا عادله، برای اینکه گرانبهاترین چیزی رو که در این دنیاست طوری بین مردم قسمت کرده که هیچ کس از کمبود شکایت نمیکنه و همه میگن که زیادم داریم. چه تقسیم کننده ایه که بتونه گرانبهاترین چیز دنیا رو که عقل اینجور قسمت کنه که هیچ کس شکایتی نداشته باشه. خیلی متشکرم.